اینجا لندن است رادیوی بی بی سی صبح در تهران سلام جلال فرهنگ هستم و این چشم انداز بامدادی بی بی است در برنامه امروز میشنویم در ایران همزمان با تایید ابتلای پنج نفر در قم و عراق به ویروس کرونا و مرگ دو نفر از آنها وزارت بهداشت ستاد ویژه‌ای برای مقابله با این ویروس و پیشگیری از آن تشکیل داده با یک پزشک در این مورد گفتگو میکنیم تشکیل ستاد باید مدت ها پیش دورد میگه چون هدف اولیه ما این بود که ویروس وارد کشور نشه که متاسفانه شد دولت آمریکا پنج عضو بریاسه شورای نگهبان از جمله احمد جنتی دبیران را تحریم کرده است و میشویم از مقاله فرماندهی عملیاتی شبکه حقانی و معاون گروه طالبان در روزنامه نیویورک تایمز که در آن گفته گروهش حاضر به ایجاد نظام سیاسی جدید و فراگیر در افغانستان است فعلا مشهور خبرها از فیروزه اکبریان سلام و صبح بخیر. نگرانی ها در مورد شیوع ویروس کرونا در ایران بیشتر شده. دست کم پنج نفر در قم و عراق به این ویروس مبتلا شدند. موارد مشکوک به بیماری کووید 19 بیماری ناشی از ویروس کرونا در تهران و بابل هم گزارش شده اما هنوز تایید نشدند. پریروز مرگ دو نفر در قم تایید شد. محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفته افراد بیمار تماسی با کسی که به چین سفر کرده باشد نداشتهاند. یه تیم بررسی تحقیقات میدانی آزم قوم شده برای اینکه وضعیت رو بررسی بکنه اطلاعات اولیه ما نشان میده که هیچ کدوم از این بیماران هیچ تماسی با کسی که از چین آمده باشه یا سابقه مسافرت به چین داشته باشه یا اهل کشور چین بوده باشه نداشته صحبت های این مقام وزارت بهداشت در حالی است که ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها محدودیت های کمتری برای سفر به چین گذاشته در همین حال مقام کانادایی میگویند یک زن سی ساله که هفته پیش از ایران برگشته به ویروس کرونا مبتلاست. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن پنج عضو شورای نگهبان ایران از جمله احمد جنتی دبیر آن را به علت آنچه به گفته او خفه کردن صدای ملت ایران از طریق نظارت استصوابی بر انتخابات مجلس است تحریم کرده تحریم احمد جنتی، محمد یزدی، عباس کتخدایی، سیامک رهبک و محمد حسن صادقی مقدم تنها یک روز پیش از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی صورت گرفت. سینا علی نجات گزارش می دهد. وزیر خارجه آمریکا گفت که این پنج نفر مسئول رد صلاحیت هزاران نامزد بالقوه انتخاباتند به گفتی او بسیاری از آنها به این دلیل رد صلاحیت شدند که سیاست های رهبر ایران را زیر سوال بردند ماک گفت مردم ایران خواهان انتخاباتی آزاد و اند برایان هوک نماینده ویژه امور ایران در وزارت خارجه آمریکا هم در یک کنفرانس خبری به حذف هفت هزار نامزد از جمله رد صلاحیت 90 نماینده کنونی مجلس اشاره کرد و گفت برای همین است که میلیونها ها ایرانی تصمیم گرفتند پای صندوق های رای نروند آقای هوک گفت نخستین بار است که این پنج نفر به فهرست تحریم های آمریکا اضافه می شوند ترکیه اعلام کرده دو نفر از سربازانش در حمله هوایی نیروهای دولتی سوریه در استان ادلب کشته و پنج نفر زخمی شدند. وزیر دفاع ترکیه گفته آنها هم به تلافی ده ها سرباز سوریه را کشتند. درگیری بین شورشیان مورد حمایت ترکیه و نیروهای دولتی سوریه در ادلب در شمال غرب سوریه در ماهای اخیر افزایش پیدا کرده. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته دلش می خواهد ببیند که راجر استون دوست قدیمی و مشاور سابقش تبرئه می شود. آقای استون به جرم دروغگویی به کنگره و تلاش برای اعمال نفوذ بر شا شاهدان به چهل ماه زندان محکوم شده. سلام و صبح خیر به چشمانداز بامدادی جمعه دوم اسفند برابر با 21 فوریه خوش آمدید. برنامه را با خبری از ایران شروع می کنیم. دستکم کم پنج نفر در قوم و عراق به ویروس کرونا مبتلا شدند و دو نفر از آنها هم جانشان را از دست دادند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل هم از دو مورد مشکوک کرونا در بیمارستان روحانی این شهر خبر داده. در خبری دیگر شرکت متروی تهران دیروز از انتقال یک بیمار مشکوک به ابتلا به کرونا به بیمارستان خبر داد. همزمان علی روی سخنگوی دولت ایران هم از تشکیل ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در وزارت بهداشت خبر داده. افزایش نگرانی ها در مورد شیوع ویروس کرونا در ایران در حالی است که سازمان بهداشت جهانی هشدار داده که موارد ابتلا در خارج از چین ممکن است از این به بعد بیشتر شود. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. 24 ساعت از اعلام مرگ دو نفر در قم در اثر ابتلا به کرونا گذشته. حالا وزارت بهداشت میگوید شمار مبتلایان به کرونا بیشتر شده. ایران نخستین کشور در خاور میان است که مرگ بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از آن گزارش شده. پروازهای ماهانیر بین چین و ایران همچنان برقرار بوده و به نظر می رسد ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها محدودیت کمتری برای سفر به چین داشته. ویدیوی دردناک که وبسایت های خبری ایران منتشر کردند. به نظر میرسد بیماری که حالا فوت شده برادر محمد مولایی از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران است. در گفتگویی که با آقای مولایی در وبسایت های خبری ایران منتشر شده آمده برادر من که فوت شد هیچ بیماری زمینه نداشت. شست ساله و معلمی بازنشسته بود که سابقه سفر به جای هم نداشت. برادرم در کوچه و بازار دچار کرونا شده در مدت یک هفته ای که او در بیمارستان بود درخواست تست عفونت کرونا برای او داده نشده بود مسئولان بیمارستان در پاسخ به درخواست من برای تست کرونا از برادرم جواب دادن ما تست کرونا تا حالا نگرفته ایم ده ها نفر با این علائم در بیمارستان های قم فوت کردند و علت را عفونت ریه اعلام کردند خودروهای نیروهای امنیتی در قم بیمارستان فرقانی کاربران ایرانی در فضای مجازی حراس دارند که شمار مبتلایان بیشتر از رقمی باشد که مسئولان اعلام میکنند بی بی سی مطلع شده که 25 نفر مشکوک به ابتلا به کرونا در بیمارستان کامکار در شهر قم تحت مراقبت ویژه قرار گرفتند هنوز منابع رسمی درباره این 25 نفر خبری منتشر نکردند قرارگاه کرونا ویروس با حضور وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت بهداشت تشکیل شد. وزارت به بهداشت خواسته اگر شهروندان ایرانی سوالی درباره ویروس کرونا دارند با شماره 190 تماس بگیرند. ابتدا تب، بعد سرفه خشک و پس از یک هفته تنگی نفس و علائم دیگری مثل سردرد، دردهای عضلانی و خستگی. آبریزش بینی و عطسه از علائم اصلی بیماری نیست. پزشکان هشدار میدهند که در صورت مشاهده این علائم تلفنی با بیمارستان تماس بگیرید و به اماکن عمومی نروید چه چگونگی آگاهی رسانی دولت مورد انتقاد است نحوه اعلام خبر سرنگونی هواپیمای اوکراینی هنوز در افکار عمومی زنده است برای همین مصاحبه های وزیر بهداشت و سایر مقام های مسئول در روزهای گذشته که تاکید داشتند جایی برای نگرانی از ویروس کرونا نیست به دیده ی تردید نگریسته شده و حالا معلوم شده این تردیدها بی دلیل نبوده نتیجه که حراس از کرونا از شیوع این ویروس پیشی گرفته کاربران در فضای مجازی از موارد ابتلا در تهران هم خبر میدهند هرچند این موضوع از سوی مقام ها تایید نشده مسئولان وزارت به بهداشت تایید کردن موردی مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان فرمانیه تهران بوده تا کنون نزدیک به 75 هزار نفر در کل جهان و عمدتا در چین به ویروس کرونا مبتلا شدند. از این تعداد بیش از 2100 نفر جان باختند. تا یکم اسفند 98 11 نفر خارج از سرزمین اصلی چین کشته شدند که دست کم دو نفرشان در ایران بودند. حالا پرسش بخش مهمی از مردم ایران این است که وزارت بهداشت و نهادهای مسئول برای کنترل این بیماری چه اقدامی خواهند کرد؟ شیدا هوشمندی گزارش میداد ساعتی پیش در همین زمینه گفتگویی هم داشتم با دکتر کامیار علایی پزشک و مدیر انستیتوی جهانی بهداشت و حقوق انسان در دانشگاه یالتی نیویورک نخست از او پرسیدم با توجه به اینکه در خارج از چین موارد مرگ بر اثر ابتلا به ویروس کرونا بسیار کم است و در خاور میانه هم هیچ موردی مشاهده نشده چرا در ایران آمار مرگ اینقدر بالاست جای تعجب بود که اولین مواردی که گزارش شد در ایران با مرگ همراه بود و این نشون میده که برخلاف تصوری که ما از کرونا ویروس داریم در این مورد اخیر که دو درصد از افرادی که مبتلا هستند فوت میکنند و شما میبینید خیلی از کشورهایی که گزارش دادن در واقع هیچ مورد فوتی نداشتن حتی کشورهای اطراف ایران مثل دوبه که بیش از ده مورد هم گزارش شده و این نشون دهنده این هست که به احتمال بسیار زیاد تعداد زیادی مبتلا شده که دو موردش منجر به فوت شده یعنی حداقل حد باید صد مورد کرونا ویروس بوده در ایران که دو موردش فوت کرده و این نشون تاخیر در تشخیص هست یا اینکه تشخیص دادن ولی اعلام نکردن افرادی که فوت کردند با افراد زیادی تماس داشتند حد حداقل یک فرد چهار نفر رو مبتلا میکنه به خاطر همین تمام افرادی که در این چند هفته ای که این افراد دچار علامت شدن، و بعد فوت کردن در معرض خطر ابتلا بودند. آقای دکتر بعد از اعلام خبر موارد مرگ در قوم اخبار مربوط به شیوع کرونا در ایران یک شتاب خاصی گرفته آیا این فکر میکنید به دلیل دوره نقاهت ویروس و مقامات هم اطلاع نداشتن یا نه این انعکاس خبریش هست که تازه شروع شده چون مثلا دو هفته پیش خبر سرایت این ویروس در قوم تکذیب شده از توی مقامات ایران چند تا مسئله میتونه عاملش باشه یکی این که در طی چند روز گذشته بحث کرونا ویروس یک بحث امنیتی شده بود به طوری که بعضی از افرادی که در این زمینه صحبت کرده بودند در بعضی نقاط کشور اعلام شد که حتی اومدن باشون برخورد کردن به خاطر همین تا یک مدتی این مسئله سعی کرده بودند که در این زمینه اطلاع رسانی دقیق نشه حالا آیا میخواستن به انتخابات مجلس در واقع تاثیر روش نظاره ولی بروز موارد فوت باعث شد که اگر تا گذشته اگر مواردی هم شناسایی شده بود با امید اینکه که 80 درصد در این افرادی که مبتلا میشن میتونن خوب بشن میشد آمارش رو در واقع اعلام نکرد ولی وقتی که موارد مرگ گزارش شد دیگه نمیشه این موارد رو مخفی کرد و از طرف دیگه به نظر من یک تغییر جهش در سیاست گذاری ایجاد شد وزارت بهداشت ممکنه دست بالاتری رو گرفت که این مسئله رو اعلام کنه چون اگر اقدام به موقع صورت نگیره به راحتی این مسئله میتونه یک همهگیریه. مثل درسی که در چین بود در ایران باش و خب الان اقداماتی از سوی دولت میبینیم صورت گرفته ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا تشکیل شده در قوم که یکی از مراکز شیوع ویروس بوده میبینیم که مدارس و مراکز آموزشی و بعضی جای عمومی تعطیل شده این اقدامات به نظر شما چقدر مؤثر و چقدر کافی هست؟ در واقع تشکیل ستاد درست که به دنبال بروز اولین موارد گزارش شده رسمی و مرگ تشکیل شده که باید کار خوبی باشه اما این باید مدت ها پیش صورت میگه چون هدف اولیه ما این بود که ویروس وارد کشور نشه که متاسفانه شد و از طرف دیگه میدونیم که قم یک شهر مذهبی هست و اماکن مذهبی که داره از سراسر کشور به اون منطقه در واقع برای زیارت مراجعه میکنن به راحتی میتونه این ویروس در سراسر کشور پخش بشه به همین خاطر اون صحبت که شده و توصیه شده که به این اماکن مذهبی مراجعه نکنند به نظر من کار درستیه یا توصیه شده مدارس در واقع تعطیل بشن یا برنامه هایی که میخواستم برگزار کنند نشه حتی من میگم این کارها بیشتر باید بیاد به سمت انتخابات انتخابات مجلس هست و تمام افراد ممکنه بیان صف بکشن ممکنه م... مثلا نیم ساعت یک ساعت با هم تماس نزدیک داشته باشن به راحتی این ویروس رو منتقل کنن این مسئله میتونه بسیار جدی باشه مخصوصا در شهر قم که یک مرکز مذهبی هست به راحتی این مسئله میتونه همگیری باشه به خاطر همین توصیه میشه که این مسئله رو بسیار جدی در نظر بگیرن مخصوصا خود بیمارستان پرسنل بیمارستانی در معرض خطر هستند و خود اینها میتونن غیر مستقیم به سایر اعضای خانوادهشون انتقال بدن گفتگو میکردم با دکتر کامیار علایی اما بشنویم از یک خبر مرتبط که تازه به دستمون رسیده مقام های کانادایی میگویند یک زن سی ساله که از ایران وارد آن کشور شده به ویروس کرونا مبتلا است مسئول بهداشت استان بریتیش کلمبیا گفته این فرد مبتلا به کرونا هفته پیش از ایران بازگشته هادی نیلی خبرنگار ما در واشنگتن که این خبر رو دنبال کرده الان در ارتباط مستقیم هست با ما هادی سلام از جزئیات خبر بگو اینطور که در ساعات گذشته رسانه های کانادایی گزارش دادند این زن سی ساله یا بعضی گزارش دادن در سنین سی سالگی یعنی ممکن سی و چند سالش باشه در روزهای گذشته یعنی ظرف همین هفته که سپری شد از ایران به کانادا برگشته بوده این زن مقیم کانادا هست و بعد علائمی از آنفلانزا میبینه در خودش و نگران میشه به بیمارستان به مرکز درمانی مراجعه میکنه ابتدا همینطور تصور میشه که آنفلانزا گرفته ولی بعد میبینن که این نتایج بیشتر شبیه به ابتدا به ویروس کرونا هست و سراغش رفتن و الان در قرنطینه قرار گرفته بعضی از افراد نزدیک به او هم در قرنطینه هستند حال خود این فرد حال بدی نیست یعنی مل وضعیت می داره ولی همونطور که در خبرها هم بیشتر اومده این ویروس بیشتر کسانی رو اذیت میکنه و براشون خطرناکه که بیماری‌های زمینه‌ای داشته باشن یا مشکلات تنفسی داشته باشن و به خصوص افرادی که سنشون بالا باشه در این مورد مسئول بهداشت کانادا یکی از مسئولین بهداشتی کانادا گفته که این فرد اینکه این،, این،, فرد از ایران اومده و مبتلا به ویروس هست یک مورد جدیده که نگران کننده است و حساسیت بیشتری میطلبه از طرف نهادهای بهداشتی کانادا همینطور وزیر بهداشت کانادا توییت کرده در موردش و ضمن تایید این خبر گفته که این نهمین فردی هست که در کشور کانادا مبتلا به ویروس کرونا تایید میشه که هست و این وزیر بهداشت کانادا توصیه کرده به افراد که اگر از جایی به کانادا سفر میکنن که در اون حتی یک مورد ویروس کرونا تایید شده یعنی از کشورهایی که حتی یک مورد ویروس کرونا در اونها تایید شده که الان دیگه از جمله ایران هست و اون افراد حالشون خوب نیست یا درباره سلامتیشون مطمئن نیستند سعی کنن خودشون رو به نوعی قرنطینه بکنن با کسی رفت آمد نکنن معاشرت نکنن و به مسئولان درمانی محلی خبر بدن این خبر خیلی توجه برانگیز هست به خاطر اینکه خب ایران تازه از روز گذشته شروع کرد تایید بکنه موارد ابتلا و همینطور مرگ افراد مرگ شهروندان بر اثر این ویروس رو و اینکه گستردگی احتمالی و فراگیری اگر وجود داشته باشه یا اساسا انتشار این ویروس در ایران در سطحی بوده که کسی احتمالا اونجا مبتلا شده باشه محل توجه هست البته مسئولان بهداشتی کانادا تاکید میکنند که هنوز مطمئن نیستن که این فرد کجا به این ویروس مبتلا شده و چقدر وقت مبتلا بوده دارند روند سفرش رو بررسی میکنند که اگر لازمه کسانی که با او هم سفر بودن در هواپیما هم حتی شاید لازم بشه که پیگیری بشن رهگیری بشن و اگه لازمه هایی داشته باشن قرنطینه بشن میگم این نهمین فردی است که در کانادا تایید شده من. که ویروس کرونا رو داره و این به خصوص از این بابت هم جالبه که در دو ماه گذشته این دومین موردی که در اخبار نام ایران و کانادا به هم پیوند میخورن و در هر دو مورد هم که مورد قبلی پرواز 752 بود پروازی که درست. با موشک سپاه سرنگون شد اون هم مسئله شفافیت و اطلاع رسانی درش خیلی بحث برانگیز شده ممنون از هادی نیلی خبرنگار ما که از واشنگتن با ما صحبت می‌کرد. اما شما هم میتونید در برنامه حضور داشته باشید با نظراتتون بی, بی سی شما در تلگرام پای پخش زنده برنامه در فیسبوک منتظر پیام‌های شما هستم دیدگاه‌های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی @bbc.co.uk 2044 370 412 22 22, 22 دولت آمریکا در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران پنج عضو برجسته شورای نگهبان از جمله احمد جنتی دبیران را تحریم کرده است استیفن چین وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه گفت دولت ترامپ دستکاری انتخابات به نفع سیاست هایی به گفته او شرورانه حکومت ایران را تحمل نخواهد کرد و افزود این تحریم های تازه مقامات ارشد شورای نگهبان را که به گفته او مردم را از داشتن حق انتخاب آزادانی رهبرشان محروم کردند هدف قرار داده است خشیر جنیدی از واشنگتن گزارش می دهد. احمد جنتی محمد یزدی عباس علی کت خدایی سیامک رهپک و محمد حسن صادقی مقدم تحریم شدگان تازه به وسیله آمریکا هستند دبیر شورای نگهبان و چهار عضو دیگر این نهاد نظارتی که به گفته مقام های آمریکایی در ساکت کردن صدای مردم ایران و محدود کردن آزادی های آنها نقش داشته اند. براین هوک نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران دیروز در سخنانی در حضور خبرنگاران انتخابات ایران را فرمایشی دانست و گفت نتیجه آن از قبل در جای دیگری تعیین شده فردا رژیم ایران رویدادی رو برگزار میکنه که با تعبیر خیلی خوشبینانه اسمش رو انتخابات گذاشتن متاسفانه برای مردم ایران انتخابات واقعی در خفا و خیلی زودتر از ریختن آرا به صندوقها انجام شده این روند چهل ساله که در ایران در جریانه رژیم با تصمیم به اینکه چه کسی حق داره در انتخابات نامزد بشه حق مردم ایران رو برای داشتن پارلمانی که نماینده اونها باشه دریغ میکنه به گفته ای آقای هوک، تحریم شدگان با حذف هفت هزار نامزد یعنی بیش از نیمی از داوطلبان و حتی رد صلاحیت نود نماینده فعلی مجلس نقش داشته اند. آقای هوک همچنین گفت زمانی که بیشتر از نیمی از داوطلبان حذف می شوند، ایران در ظاهر تنها نامی از جمهوری را به یدک می کشد. آقای هوک همچنین تحریم اعضای شورای نگهبان را در راستای تحریم رهبر ایران و همچنین تحریم محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه و دریادار شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی عنوان کرد خشر جنیدی از واشنگتن گزارش میداد برنامه را با خبری داخلی از ایران ادامه دهیم دادستانی تهران میگوید هیئتی را برای بررسی ادعاهای نیلوفر بیانی یکی از متهمان محیط زیستی محکوم به جاسوسی به زندان فرستاده تا توضیح او را بشنوند و از او ادله و استنادات بخواهند اما خانم بیانی حاضر به بیان هیچ توضیحی نشده خانم بیانی در شرح حالی که بی بی سی به آن دست یافته بازجویان اطلاعات سپاه را به استفاده از شکنجه روحی و تهدید به تعرض جنسی برای گرفتن اعتراف از خود متهم کرده. حالا دادستانی تهران میگوید انتشار این شرح حال در آستانی انتخابات یک اقدام برنامه ریزی شده بوده. این در حالی است که خانم بیانی در جلسه دادگاه با صدایی بلند گفته بود که شکنجه شده اما قاضی او را از دادگاه اخراج کرده بود. شاید علوی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ای ایران وایر از واشنگتن به برنامه ما ملحق شدند تا بیشتر در این مورد صحبت بکنیم. آقای علوی خوش آمدید به برنامه بعد از رسانه ای شدن نامه خانم بیانی میبینیم که دادستانی خیلی سریع واکنش نشان داده بیانیه صادر کرده و میگه تحقیق کرده این واکنش دادستانی رو چطور ارزیابی میکنید چون خانم بیانی قبلا هم گفته بود که شکنجه شده به موارد دیگری هم بوده که اعتراضات مشابهی صورت گرفته در واقع به نظر میرسه این واکنش نه به خانم بیانی هست که در واقع به گستردگی و شنده شدن این اعتراض هست در واقع. اون که یک به حال جدل و جنگی بین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه بود در مورد این پرونده از قبل قوه قضاییه و سپاه میگفتن اینها خطا کردن به گفته ای اونها جاسوسند و وزارت اطلاعات میگفت اصلا هیچ مدکی وجود نداره و این بازداشت ها در واقع با اهداف دیگری صورت گرفته دولت در این مورد موضع گرفت چندین بار و وقتی نامه آقای نامه در واقع نامه های خانم بیانی رو بی بی سی منتشر کرد دولت ایران هم واکنششون داد و به شکلی تاییدی بود به عنوان تعییدی برای حرف حرفای قبلی خودش ازش استفاده کرد و در مقابل قوه قضایی که احساس میکرد داره در این بازی سیاسی بین اینها میگم بازی سیاسی چون اینا هیچ کدومش در واقع حقوق مردم اعتقاد ندارن داره عقب میفته بیانیه متقابل داد در واقع این واکنشی هست به شنیدن این صدا نه به اینکه شکنجهی صورت گرفته نگرفته همین سوال البته که در مورد داستانی پرسیدم در مورد دولت هم مطرح اساق جهانگیری معاون رئیس جمهور گفته که نامه خانم بیانی رو در جلسه هیئت دولت روز شنبه بررسی خواهند کرد دولت چرا الان داره موزه گیری میکنه چرا زودتر دخالت نکرده ما شواهدی داریم هم در در واقع نامه های خانم بیانی نیروفر بیانی هم در گفته های یکی از مسئولین یکی از سازمان و بشری بزرگ دنیا که گفته بود در واکنش به گفته های گفته بود که مقامات مختلف دولتی از مدت مدید قبلتر در واقع نامه ها رو داشتن و میدونستند. و هم البته گفته های وکیل خانم سویده کاشانی که گفته ما این مورد میدونستیم و منعکس کردیم به این ترتیب شواهد زیادی وجود داره که دولت در جریان بوده مقامات میدونستن که خانم بیانی شاکی هست این بچه ها شکنجه شدن به شدت اما عملا چون براشون مسئله نبوده واکنش نشون ندادن در واقع مثل همه چیزهای دیگر تا زمانی که مردم ندونن به شکلی درون خود نظام حلش میکنن به تعبیر و ادبیات خودشون این بار چون نارسانه ای شد و به, به طرز خیلی وسیعی دیده شد عملا بالاخره تلویزیون خود شما بی بی سی با پوشش داد اون گزارش خوبی که آقای با حسین باستانی نوشته بود عملا این باعث شد که دولت بیاد از این فرصت استفاده کنه برای موزه گیری این نشان دهنده صداقه دولت نیست چون میدونن اینا بیگناهند چون میدونین این رویه هست اما این بار لازم دید که اینجوری موزه بگیره در بیانیه دادستانی اومده که این نهاد همواره آمادگی داشته و دارد تا به هر گونه ادعای مطرح در خصوص تخلفات احتمالی زابطان رسیدگی کنه آیا این ادعای دادستانی رو میشه جدی گرفت؟ ابدا در واقع جدا از این که ما در 41 سال سابقه سرکوب و شکنجه سازمانی یافته و سیستماتیک در ایران داریم مستند شده این فقط ادعای مخالفی نیست در همین چند سال اخیر هم این به شدت در مورد مشخصی تکرار شده میدونیم که بازداشتی های آبان شکنجه شدن در موردی در بازجویی های اطلاعات سپاه در زندان در واقع قرچک دست اینها رو شکستند. در فشافوی دست اینها رو در این بازجوی شکستن به عنوان اینکه اینا تسلیم بشن حرف های رو تکرار بکنن در همین مورد محیط زیستی ها در شهرستان ها مختلفی که بانه مختلف بازداشت میشن همه خبر از اعمال شکنجه در جای بازجویی میدن در قوه قضایی اینها رو میدونه بازرسان اینها رو میدونن بازرسان میدونن همونطور که زندانیان در مورد متعدد شهادت دادن که اتاقای بازجویی هست که به دوربین مجهزه اما اتاقایی هم هست که دوربین نداره در این اتاقای این بچه ها شکنجه میشن برای اینکه اعتراف بکنن طبق میل بازجو در هم اتاقای با دوربین اینها حکم از باسپورس میگیرن قاضی می به عنوان تعذیر به فرد شلاق میزنن که این فرد اعتراف بکنه چیزی که بازجو میخواد اینو قانونی انجام میدن این کار رو به این ترتیب شکنجه چه شکنجه سفید در واقع روحی و روانی چه تغییر شخصیت چه کتک زدن و آزار دادن و آزار جنسی زندانیان به صورت سیستماتیک وجود داره در مواردی ممکن زندانی واقعا این شکنجه ها رو در سطح خیلی ملایم‌تر تجربه کنه یا اصلاً تجربه نکنه اما به طور کلی به عنوان یک رویه برای شکنجه زن زندانی که مقاومت میکنه اما بازجو نظر داره به هر شکلی رو بشکنه ازش استفاده میشه به این ترتیب ادعای قوه قضایی مطلقا معتبر نیست متشکرم از شما شایده علوی روزنامه نگار و عضو هیئت تحریریه ایران وایر که از واشنگتن با ما صحبت میکردن اجازه بدید حالا چند دقیقه ای از دنیای خبر دور بشیم و همراه با مسعود بهنود نگاهی به مجلات چاپ ایران بیندازیم بخش اول بررسی مجلات این هفته رو اختصاص بدیم به هفته نامه کرگدن. کرگدن چنان که میشناسید و دیگه لازم به گفتن نیست کرگدن نشریه شناخته شده است الان و کمتر کسی رو میشناسم که باش آشنا نباشه هفتگی باید منتشر بشه و میشه کم و بیش ولی به هر حال گای و آتم تاخیر میفته که این هم از بلاهای آسمانی است و قابل تصور هست که چرا این اتفاق میفته اما اجازه بدید که همینطور در نگاه گذرایی که میکنیم چند تا نمونه رو برای شما بگم یه بخشی از مجله رو چند شماره است که سردویر اختصاص میده به موضوع های خیلی روز از جمله این دفعه که که پریم رفته است به اینکه با چی ها زمستون رو سر میکنیم و برای این خاطر هم یک عکسی در روی جلد داره که سرما نشون میده و متعدد عکسای در داخل مجله و بعدم یادی از مهدی اخوان سالس و قصیده مشهور و زیبای زمستان سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت این بخش با چییا زمستون رو سر میکنیم با جواد توسی شروع میشه که میگه حالا که دارم عواسط زمستون 98 رو سر میکنم ناخداگاه یاد زمستون دوران کودکی و نوجوانی و جوانی میفتم و احساس میکنم که در همه اون دوره ها حال روزمون بهتر و حس امیدوارانه تری داشتیم زمستان کودکی هم پوشیده از برف بود یادم میاد بعضی اوقات وقتی میخواستم از این طرف کوچه به اون طرف بریم باید تونل میزدیم زمستان یخزده کودکی با اون آدم برفی چاق و چله که نوک دماغش هویج بزرگی کاشته بودیم و به بچه های محل راه و بیراه سرش کلاهای رنگ و رنگ در یاد و خاطرم باقی مانده است از طلا امرایی میگه که یکی از راهی سرگرم کردن خودم در این ایام ناخوشی احوال عمومی جامعه کار کردنه کار کردن در حد تراکتور و اون هم روی متونی که میدونم امکان نش ندارد چندی پیش توییتی منتشر کردم با این مزمون که داستان زیبایی خوندم و لذت فراوانی بردم از خواندنش نشستم یه بند ترجمهش کردم کار که تموم شد پاسی از شب گذشته بود از وحشت یخ کردم داستان که مطلقا امکان انتشار نداره نه از باب اداره کتاب و این فرهنگی و اینا نه نه به یاد آوردم که نامه هایی میرسه به ناشر حذف کنید چون با ضوابط نش منطبق نیست بلکه از باب جو قالب نوشتم حتی اگه وصیت کنم که بعد از مرگم منتشر کنین بیم آن میره که جنازه ام رو از قبل بیرون بکشن و آتیش بزنن حالا آتیش زده جنازه منم که اهمیتی نداره اما غلام رضای امامی به یاد آورده که ما محکوم به زن... به امیدیم این خوش بینانه ترین این نگاه هست به زمستان و بعد از اون یه گفتگوی با حمید رضای شاعری شده است درباره روایت و قصه و با اشاره به وضعیت قصه نویسی فعلی که چه میگذره بخش دیگه ای از مجله یه گفتگو با اشیا چند شماره است دارند که خیلی دلنشین هست آفرین بر آقای فتا سردبیر یا هر کدوم از اعضا که چنین فکری دادند که این گفتگو با اشیا رو نویسنده خودش انتخاب میکنه شرمین نادری انتخاب کرده اینک رو در حقیقت نوشته شرمین نادری با این شروع میشه اینکام رو میچینم جلوم و آهسته آهسته شیشه هاشونو با آستینم پاک میکنم یکیشون گنده و براغ و اون یکی و گنده و مات یکیشون گنده و سیاه این یکی هم آفتابی سالها رو چشم دایم دیدم عینک آفتابی رو برمیدارم میذارم بود دماغم خواهرم میگه شبیه مگس میشی میخنده منم میخندم اما یادم میفته به دایی که همیشه عینک رو چشم داشت چه با کچلوار و یقه بسته در حال سخنرانی و شعر خوندن چه اون وقتی که با کفش ورزشی و شلوار جین را میافتاد تا ببرد اون پارک و تمام راه رو برامون قصه میگفت عینک های دایی همیشه بزرگ و رسمی بودن برعکس خودش که ریزه میزه و تند و تیز بود و اغلب همون عینک گنده رو دماغش سر میخورد قباد آزرایی این تلفن رو داره میگه دو سالی گذشته بود از موقعی که ماها تازه صاحب تلفن شده بودیم ایرج آرمان از اینکه نظام سرمایهداری حتی انباراش هم تدارک دیده بنابراین یک نوشته ضد سرمایهداری میخونیم ولی همه اینطوری نیستن یعنی بعضی ها هم میرن مثل لیلا نصیری ها و انتخاب میکنن کتاب رو من از آرزویم مراقبت کردم یادآوری میکنه که شیع مورد علاقش که همیشه با اون تنبیه میشده یا برعکس با اون تشویق میشده کتاب بوده که به قول مادرش قوطی بگیر و به نشان لیلا بوده مسعود بهنود در نیمه دوم برنامه دوباره با ما خواهد بود با مجلاتی دیگر از ایران و حالا نگاهی بیاندازیم به سرخط اخبار مهم روز نگرانی ها در مورد شیوع ویروس کرونا در ایران بیشتر شده دست کم پنج نفر در قوم و عراق به این ویروس مبتلا شدند موارد مشکوک به بیماری کوید 19 بیماری ناشی از ویروس کرونا در تهران و بابل هم گزارش شده اما هنوز تایید نشده پر روز مرگ دو نفر در قوم تایید شد دولت آمریکا در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران پنج عضو برجسته شورای نگهبان از جمله احمد جنتی دبیر آن را تحریم کرده است و ترکیه اعلام کرده دو نفر از سربازانش در حمله هوایی نیروهای دولتی سوریه در استان ادلب کشته و پنج نفر زخمی شدند وزیر دفاع ترکیه گفته آنها هم به تلافی دهها سرباز سوریه را کشتند خب در اینجا به نیمه ی راه رسیدیم در ادامه برنامه ابتدا مطلبی از افغانستان داریم گزارشی مربوط به اعلام نتایج انتخابات و ادامه واکنش ها به آن و بعد مقاله‌ای که فرمانده عملیاتی شبکه حقانی و معاون گروه طالبان در نیویورک تایمز نوشته و در آن گفته گروهش حاضر به ایجاد نظام سیاسی جدید و فراگیر در افغانستان است و همینطور میشنویم از محکومیت مشاور و یار قدیمی دونالد ترامپ به چهل ماه زندان و البته بخش دوم مرور مجلات را هم در کنار مطالب دیگر خواهیم شنید <applause> همزمان با ادامه واکنش ها به اعلام نتایج انتخابات در افغانستان انتشار ویدیویی از اظهارات سفیر ایران در کابل در مورد انتخابات خبرساز شده. به دنبال انتشار ویدیوی اظهارات بهادر امینیان در شبکه های اجتماعی سفیر ایران در کابل اعلام کرد که سفارت این کشور تا کنون هیچ اظهار نظری در قبال نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نداشته است در پیام تصویری پخش شده آقای امینیان ضمن استقبال از شرکت مردم در انتخابات برای تشکیل آنچه کابینه مردمی در این کشور خوانده ابراز امیدواری کرده بود نوید محمدی گزارش میدهد کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده که ماموریت این نهاد در قبال انتخابات ریاست جمهوری پایان یافت و دوسیه این روند را دیگر بسته کرده است در حالی که گفته می شود در ارگ ریاست جمهوری رایزنی برای چگونگی برگزاری مراسم تحلیف جریان دارد عبدالله عبدالله رقیب اصلی محمد اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری در یک نامه اعتراضی به مسئولان اتحادیه اروپا خواستار وضاحت شده است اتحادیه اروپا در نخستین واکنش جهانی اعلام نتیجه انتخابات پیروزی محمد اشرف را تبریک گفته بود در نامه آقای عبدالله عنوانی جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آمده است با تاسف و تعجب اطلاع حاصل نمودم که از طرف جناب شما پیام تبریکی عنوانی تیم متقلب صادر گردیده است که خلاف توقعی مردم افغانستان تیم های انتخاباتی و برخلاف موزیگیری سازنده و بیطرفانه اتحادیه ای ای اروپا ارزیابی میگردد از سوی دیگر هواداران اردو تیم در برخی ولایات به خاطر پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری جشن و پایکوبی را انداختند. هفاداران عبدالله عبدالله در ولایت های تخار، هرات، فاریاب، کاپیسا و پنشیر نسبت به آنچه پیروزی تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی می تجمع کرده و جشن و پایکوبی را انداختند. <applause> هواداران رئیس جمهور غنی هم در ولایت پکتیکا در جنوب شرق افغانستان با دول و سرنا پیروزی آقای غنی را جشن گرفتند. در این حال شورای نامزدان ریاست جمهوری پس از دو روز نتایج اعلام شده است سوی کمیسیون مستقل انتخابات را غیر قانونی خواندند. احمد ولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری و عضو شورای نامزدان انتخابات رئیس ششم میزان ریاست جمهوری سیزان رسما ملغا قرار داده شود مشخصی رای حلبی است که امور شورا شورای نامزده بارها تاکید کردن که بیاین یک حکومت مشارکت ملی که هم از در او ببینن تمام اقواب افغانستان در جبهه تصمیدیری شریک باشن این حسارگرهی نفی کنند و بتونیم به یک تفاهم برسیم که هم بتانه مشروعیت از دست رفته پس تو بار پس برست و هم مشارکت مردم تصمید شود هم اعتماد ایجاد شود و هم فراگیر باشد در ادامه واکنش ها به نتایج نهایی انتخابات امروز وزارت خارجه هندوستان با نشر خبرنامه انتخاب دوباره محمد اشرف غنی را به عنوان رئیس جمهور افغانستان تبریک گفته و اعلام کرده که این کشور آماده همکاری با دولت جدید افغانستان است از سوی هم امیر کویت با فرستادن پیامی پیروزی آقای غنی را تبریک گفته دیشب دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما با نشر اعلامیه بر حل هر گونه مشکل مرتبط بر روند اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری در مطابقت با قانون تاکید کرده اما گفته که این سازمان آماده است با دولت آینده ای افغانستان همکاری کند لنسی گرهام یک سناتور آمریکایی نیز پیروزی اشرف غنی را تبریک گفته اما قصر سفید در مورد نتایج انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری افغانستان تا کنون خاموشی اختیار کرده است نوید محمدی گزارش میداد. سراجدین حقانی فرمانده عملیاتی شبکه حقانی و معاون گروه طالبان در مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز نوشته در پی امضای توافق با آمریکا بزرگترین چالش دستیافتن به یک توافق جامع با گروه‌های مختلف افغان در مذاکرات میان افغان‌ها خواهد بود. آقای حقانی در این مقاله که تحت عنوان طالبان چه میخواهند چاپ شده نوشته که او متقاعد شده که کشتار باید متوقف شود نامه سراج حقانی در فهرست ویژه تروریستی وزارت خارجه آمریکا و فهرست تحریم سازمان ملل قرار دارد و آمریکا برای دریافت اطلاعاتی که به بازداشت او منجر شود ده میلیون دلار جایزه تعیین کرده مقاله آقای حقانی در حالی منتشر شده که سخنگوی طالبان خبر داده که انتظار می رود تا پایان ماه جاری میلادی توافق نامه صلحی با آمریکا به امضا برسد. سینا علی نژاد همکارم که این خبر رو دنبال کرده الان با ماست سینا سلام مقاله آقای حقانی نخستین مقاله ای هست که یکی از مقام های بلندپایه طالبان در یک روزنامه مهم غربی به چاپ میرسونه چی نوشته دقیقا در این مقاله سلام جلال درسته در این مقاله که در واقع در ستون آزاد و صفحه دیدگاه های نیویورک تایمز منتشر شده این تشریح میکنه دیدگاه های سطوح عالی طالبان رو در مورد مذاکراتی که برای 18 ماه بین طالبان و آمریکا جریان داشته در دوحه قطر و اولین بیانیه است که آقای حقانی به زبان انگلیسی منتشر میکنه که این خودش خبرساز بوده او در درجه اول پیش کرده که دو طرف یعنی آمریکا و طالبان به زودی توافق صلح رو امضا کنند و گفته که طالبان آماده است و متحده که تک تک بندهای چنین توافقی رو اجرا بکنه متها این در این مقاله یا به اصطلاح دیگه بشه میشه گفت بیانیه که مجموعه خوشبینانه هست در لابلای سطورش میشه دید که میخواد رفت نگرانی بکنه از اون مسائلی که پیش بینی میشه ممکنه با بازگشت طالبان به قدرت پیش بیاد آقای حقانی در یک جایی مثلا اشاره میکنه و میگه که ما یعنی طالبان آماده هستیم که بر سر یک نظام سیاسی همه شمول که در اون همه صداها شنیده بشه و هیچ کسی حذف نشه با همه طرفها مذاکره بکنیم یا در جای دیگری به خشونت ها اشاره کرده و گفته بود متقاعد شده که خشونت ها باید در افغانستان و کشورها باید پایان پیدا کنه بعد از چهار ده خونزی در این کشور ولی باز این در حالی است که طالبان و گروه حقانی مخصوصا مسئول بسیاری از حملات پیش و مربار بودن در افغانستان از جمله علیه غیر نظامی آنجای دیگه ای خبرساز شده حرفای آقای حقانی در مورد حقوق زنان گفته که بر اون نظام اسلامی که او پیش بینی کرده ممکنه به وجود بیاد در افغانستان حقوق, حقوق زنان تعمین خواهد بود از حق تحصیل گرفته تا حق کار که چیزی که می‌دونیم در زمان طالبان ها که ازش محروم بودن و نکته دیگه ای که میخواد اطمینان بده به آمریکایی ها که اگر اونها رفتن نیروهاشون رو خارج کردن که خیلی روز هم میکنه در این مورد نیروهای افراطی خارجی نیان و اونجا دوباره مثل زمانی که القاعده اونجا پایگاه داشت و حملات 11 سپتامبر ترتیب داد اونجا دوباره قدرت نگیرند و من به صورت اشاره کنم به واکنش که سریع بوده صدیق صدیقی سخنگوی دفتر ریاست جمهوری افغانستان ابراز تاسف کرده که نیویورک تایمز به همچین شخصی که نامش در فهرست افراد متهم به انجام حملات تروریستی هست تریبون داده و گفته که آقای حقانی گروهش مسئول حملات بیرحمان علیه مردم افغانستان و خارجی ها بودند و سخنگوی طالبان هم خبر داده که انتظار میره در جریان مذاکرات صلح این گروه با آمریکا به زودی توافقی امضا بشه در این مورد چی میدونیم اگر کوتاهی توضیح بدی برامون بله منابع طالبان گفتن که یکی دو روز آینده ممکنه اعلامیه مربوط به توافق صادر بشه و توافق از که روز شنبه به اجرا در بیاد یعنی روز 22 فوریه برای هفت روز یک پایان خشونت اعلام میشه و سهیل شاهی سخنگوی طالبان در دوه گفته که بعد از اون خواهد بود که دو طرف توافق رو امضا خواهند کرد و در این حال صدیق صدیقی گفته که اشرف رئیس جمهور افغانستان برای دومین بار در 24 ساعت روز پنجشنبه با زلمی خلیزاد گفت دیدار کرده تا در مورد جزئیات این مذاکرات با طالبان با او گفتگو کنه ممنونم از سینا علی نجات. اما اجازه بدید برنامه رو با خبری از آمریکا ادامه بدهیم راجر استون ششمین فرد از حلقه یاران آقای ترامپ و مقامهای ستاد انتخاباتی او به چهل ماه زندان و دو سال حبس تعلیقی محکوم شده است دونالد ترامپ در هفته های گذشته تلاش کرد با اعمال نفوذ غیرمستقیم از صدور حکم سنگین علیه مشاور خود جلوگیری کند او در اتهام دروغگویی به کنگره و تلاش برای اعمال نفوذ بر شاهدان مجرم شناخته شده اما وکلایش گفتند تقاضای تجدید نظر خواهند کرد مهرنوش پورزی از واشنگتن گزارش میدهد راجرستون مشاور و یار قدیمی دانلد ترامپ و استراتژیستی است که از دهه هفتاد با جمهوری خواهن. همکاری میکرده او در دهه 90 برای سرپا شدن کازینوهای زنجیره ترامپ لابیگری کرده و در سال 2000 از مشاوران کارزار انتخاباتی دانلد ترامپ برای راهیابی به کاخ سفید بوده. حالا او با وجود تمام تلاش های دو هفته گذشته آقای ترامپ به چهل ماه زندان، بیست هزار دلار جریمه و 250 و ساعت کار در خدمات اجتماعی محکوم شده. رئیس جمهوری آمریکا که در هفته های گذشته بارها با حمایت از راجرستون جنجال آفریده، ساعتی بعد از اعلام حکم چهل ماه زندان برای مشاور سابقش با دفاع از او تلویحا گفت از قدرت ریاست جمهوری برای آزاد کردنش استفاده نمی کند. ترامپ of... من از اختیارات بزرگی که رئیس جمهور آمریکا دارد استفاده نخواهم کرد. می خواهم که روند کامل انجام شود. این بهترین کار است. خیلی دلم می خواهد که راجر تبرئه شود چون شخصا فکر می کنم که با او منصفانه رفتار نشده. قاضی دادگاهی که راجرستون را محاکمه کرده چنین نظری ندارد. ایمی برمن جکسون روز پنجشنبه هنگام قرائت حکم دادگاه راجرستون را به اقداماتی غیرقابل تحمل تهدید کننده و ارعاب آور علیه قاضی یعنی خودش متهم کرد و او را فردی خواند متزلزل و تشنه توجه که برای کسب توجه هر کاری می کند. قاضی جکسون گفت جنجال سیاسی پیرامون این پرونده به هیچ وجه تأثیری در شیوه و نوع قضاوتش نداشته و در این حال از عملکرد وزارت دادگستری در این پرونده انتقاد کرد و آن را بی سابقه خواند. هفته گذشته پس از آن که دادستانها اعلام کردند به دنبال 7 تا 9 سال زندان برای آقای استون هستند، دونالد ترامپ در حساب توییتریش نوشت چنین حکمی بسیار غیر منصفانه است. در پی اعتراضات رئیس جمهوری، وزارت دادگستری بلافاصله اعلام کرد به دنبال کاهش و حکم آقای استون خواهد بود. موزی که به استعفای جمعی دادستان های پرونده منجر شد. راجر استون ششمین فرد از حلقه یاران آقای ترامپ و مقام ستاد انتخاباتی او در سال 2016 است که در پی تحقیقات بازرس ویژه رابرت مولر و در جریان بررسی تلاش روسیه برای مداخله در انتخابات سال 2016 محکوم می شود. آقای استون به کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان درباره تماسهایش با ویکیلیکس دروغ گفته است. انتشار ایمیل هایی که توسط های روس به دست آمده بود توسط وبسایت ویکیلیکس به کارزار انتخاباتی هیلاری کلینتون ضربه زد مهنوش پورزیایی از واشنگتن گزارش میداد و حالا اجازه بدید که پیام های شما رو بخونم پیام های خیلی زیادی به دستمون رسیده در مورد مسئله کرونا سیاوش نوشته که من جزو پرسنل بیمارستان گلستان احواز هستم طی شب گذشته پیرزنی 80 ساله مشکوک به کرونا به اورژانس مراجعه کرد ولی بلافاصله به بیمارستان رازی یا امام منتقل شد وضعیت به شدت امنیتی است و اجازه نمیدن ما به اخبار سعی دست پیدا کنیم چند بار سعی کردم با همراهان بیمار حرف بزنم ولی اجازه ندادند این پیام سیاوش بود در تلگرام جواد نوشته که وجود ویروس کرونا در ایران فقط یک بازی است که نشان دهند به دلیل وجود ویروس شرکت مردم در ایران کم شد چون دقیقا فقط یک روز قبل از انتخابات تبلیغات زیادی در شبکه تلگرام و اینستاگرام صورت گرفت حسن از قوم نوشته از 86 کشور در قوم طلبگی میکنن توقع این بود که دولت خیلی زودتر از اینها پیشگیری می کردیم پیام حسن بود از قوم و هوشنگ نوشته به نظرم رهبر ایران و همینطور دولت ایران در عدم صدور مجوز اعلام رسمی شیوع کرونا در قبل از مراسم 22 بهمن مسئولیت و تعهد مستقیم در وضعیت بحرانی امروز در جامعه بلازده ای ایران دارند و باید در این خصوص پاسخگو باشند پیام خوشنگ در تلگرام بود و بهنام نوشته که من احساس میکنم علت اعلام خبر کرونا قبل از انتخابات توجیه حکومت برای عدم شرکت مردم هست وگرنه اگر می دونستن انتخابات پرشور هست قطعا مثل 22 بهمن اعلام نمی کردند و مرتزا نوشته ترس عجیبی بین مردم ایران ایجاد شده انگار تا اون یا جزام وارد شهر شده یک ویروس هست همه بهداشت فردی رو رعایت کنیم از این ویروس در امان خواهیم بود مرتزا اضافه کرده که توی شهر رامسر، تونکابون و چابکسر ماسک ژل و آمپول دیابت به هیچ وجه پیدا نمیشه این هم دروغگوی مسئولین که کرونا وارد ایران نشده که تظاهراتتون و رأیگیریتون انجام بشه خدا به داد مردم ایران برسه پیام مرتزا بود در تلگرام سنیم بزنیم به دنیای ورزش اخبار ورزشی امروز رو پوریا جافره تهیه کرده و اخبار ورزشی شروع میکنیم از صحبت های محسود سلطانی فر وزیر ورزش ایران که در کردستان در سنندج با ها صحبت کرده بود و در حرف های جالبی زده بود میتونیم در چند بخش صحبت هم هم راجبشون حرف بزنیم هم ببینیم که نکته های مهمش چی بودن یکی در مورد حضور زنان در استادیوم ها همونطور که بارها از طریق بی, بی سی فارسی مطلع شدید فیفا در مورد حضور زنان در استادیوم ها در بازی های داخلی لیگ فوتبال ایران بسیار جدیه و صحبت های آقای سلطانی فر این مسئله رو تایید میکرد فقط نکته جالبش این بود گفت هر موقع که احساس بکنن مسئولین ورزش ایران مسئولین ایران میشه گفت که محیط استادیوم ها جوری هست که رعایت میشه احترام زنان زنان از اون به بعد در ورزشگاه حضور خواهند داشت و میگفتش که این واقعا به آمادگی آقایون برمیگرده و کسانی که الان در استادیوم ها حضور دارن در مورد انتخابات فدراسیون فوتبال هم صحبت کرد مسئول سلطانی فر و گفت که بازنشسته ها به هیچ وجه اجازه حضور ندارن اجازه بی قانونی رو نخواهند داد معلوم میشه که وزارت ورزش جدی هستش که جلوی کسانی که بازنشسته هستن به هر ترتیبی وایسه بعد ببینیم که چه اتفاقایی میفته هنوز نزدیک 25 روز مونده تا این انتخابات جنجالی فدراسیون فوتبال که یکی از عجیب ترین انتخابات های تاریخ فدراسیون هم هست و در نهایت در مورد المپیک 2020 توکیو هم صحبت کرد و اونجا گفته که دارن سعی میکنن هم کمیته المپیک هم وزارت ورزش که بهترین نتیجه تاریخ رو بتونن ثبت بکنن که با توجه به مدالهایی که در لندن گرفته شد در سال 2012 کار بعیدی به نظر میرسه با توجه به مشکلات بسیار زیادی که ایرانی ها برای آمادگی دارن اردوهای زیادی که کنسل شده به خاطر مسائل مالی اینها هم ظرف چند ماه آینده مشخص خواهد شد و پوریا طرفدار های بوکس همه با هیجان منتظر مسابقه تاریخی شنبه شب در لاس وگاس هستند. از این مسابقه برامون بگو یکی از بزرگترین مبارزه های بوکس تاریخ خواهد بود در قسمت سنگین وز دیونتی وایلدر از آمریکا مبارزه میکنه با تایسون فیوری از بریتانیا مبارزه ای که دفعه اول اینها با همدیگه مساوی کردن بسیار جنجالی بود اون با توجه به اینکه دو بارم ناکود شده بود تایسون فیوری ولی کن خیلی ها احساس میکردن که از نظر امتیازی برنده شده جالب اینجاست که الان بحثی که بین کارشناس های وجود داره اینه که در این نشست های خبری و حالا هنوز وزکشی هم مونده که امروز انجام بشه انقدر اینا به همدیگه پریدن و انقدر انرژی زیادی رو صرف کردن الان صحبت اینه که شاید والدر و فیوری به خاطر حجم زیاد زمانی که صرف کردن که با رسانه ها بتونن تبلیغ بکنن و خب بالاخره برای فروختن این بسته تلویزیونی که به شبکه های مختلف داده میشه هم موثر هست چقدر انرژی زیادی رو اینجا صرف کرده باشند و یه مقدار تحلیل برن تو این روزهای آینده تا مسابقه ای اونها که در لاس وگاس بیرون سالن ام جی ام برگزار خواهد شد. این هم اخبار ورزشی فرصتی هست که یک پیام دیگه هم براتون بخونم یکی از مخاطبان در تلگرام که شناسش دقیقا مشخص نیست چی هست نوشته که متاسفانه بیمسئولیتی مسئولین باعث ورود کرونا به ایران شد 20 روز پیش من سفر به کردستان عراق داشتم و سه روز بعد برگشتم در رفت و آمد هیچ کنترلی در فرودگاه نبود و موقع برگشت هم یک خانم ایستاده بود و مسافران رو نگاه کرد این کنترل فرودگاهی بود و اضافه کردی که متاسفانه لاپوشانی مسئولین برای امروز که انتخابات انجام بشه بوده است این هم پیام یکی دیگر از شما اما در پایان این ساعت از چشمانداز بامدادی نوبت میرسه به بخش دوم مرور مجلات چاپ ایران در گفتگو با مسعود بهنود بخش دوم بررسی مجلات این هفته رو اختصاص بدیم به دو نشریه نزدیک به سینما فصلنامه فیلمخانه و همینطور ماهنامه سینما و ادبیات سینمای ادبیات این شماره که شماره دیو و همه هست شماره مخصوصی است به خاطر که بنیانگذار مجله در همین فاصله ناگهانی رفت مهندس همایون خسروی دهکردی از چهره های یگانه مطبوعات بود کار اصلیش در ابتدایی نبود بلکه عاشق سینما بود و در این حال مهندس آنچنان که به کار اصلی خودش و هنر اصلی خودش که در اون درس خونده بود و مهندس شده بود میگذروند ولی یک نگاهی داشت به عنوان مالیات یا زکات علم یا نشر یا هرچه که همین سینما ادبیات هست خانم نیلوفر نیاورانی در مقدمه کتاب که صحبت از نام های رسیده می در هر شماره این دفعه یادآوری کرده است که دل و دماغی برای کار وجود نداشته چرا که خبر مرگ مهندس انقدر ناگهانی رسیده که همه چیز مثل بغزی شکسته در گلوست شهر داده است که یک روز قبل از اینکه بره بیمارستان و دیگه بر نگرده نشسته بودن رو همین شماره که دست ما هست با هم صحبت میکردند و او اصرار داشته پازولینی باشه این دفعه و بچه های دیگه اصرار داشتن به لانتیموس که در حقیقت یعنی سینمای یونان در هر شماره یک سینمای انتخاب میشه و واقعا وقتی که باز میکنیم میبینیم که جای نوشته خود این مهندس خالی است که در اول هر کدوم از اینها در همه این صد و چند شماره ای که تاکنون منتشر شده است در همه هفتاد و هفت شماره ای که تاکنون از سینما و ادبیات منتشر شد همیشه او خودش بود که یک نوشته تحقیق شده مفصلی در این باره می نوشت و همچنان هست این دفعه پس بنابراین موضوع اصلیش در بخش سینماش سینمای یونان هست و بعد از اون میرسه به زمینه های دیگه مثلا فرض کنید به سقرات سینما سقرات سینما رو به ژان دوشه میگفتن یک فرانسوی فیلمساز درجه یک و مجله کار خیلی خوبی هم کرده است و این هنر فرید اسماعیل پور هست که رفته با ابراهیم گلستان یک مصاحبه ای کرده است چرا با ابراهیم گلستان به خاطر اینکه از او بپرسه راجع به آشنایش با ژان دوشه گلستان هم برش تعریف کرده که از 1964 تابستون در پاریس موقعی که خشت رو برده بود که زیر نویس بزنه با او آشنا شده و این آشنایی همینطور ادامه داشته تا آخرین بارش 2016 یعنی سه سال پیش که نمایشگاهی در بولونیا بود و در اونجا عکسی هم هستش که نشون میده که جاندوشه و گلستان نشستن و دارن یه فیلمی رو نگاه میکنن فیلم اصلی اون جشواره هم خشت آینه بود که هر دوتاشون آشنا بودند و دیده بودن غیر از اینکه حرفای مشترکی هم با هم دیگه داشتن بدن در بخش ادبیات به خصوص ادبیات ایران خیلی بخش پرباری همیشه اینطوری بوده ترجمه های از آقای و خوبت و همینطور یک میزگرد خیابانی درباره خیابان در رمان مجید اخیر، مهدی افروزمنش، علی اسقر حداد، کیهان خانجانی در این شرکت کردن بسیار خواندنی است. اگر رفتید و گرفتید که بگیرید سینما ادبیات این شماره 77 هفت رو حتما این میزگرد رو بخونید. اما فیلمخانه، فصلنامه تخصصی فیلمخانه این بار در حقیقت ذره جر زده و یه شماره در ورده که پاییز و زمستان با هم هست. با وضعیتی که در مورد کاغذ و بقیه غذایا وجود داره عجیب نیستش. این شماره عکسی داره بسیار عکس دلچسبی هم هست برای همه آدم هایی که از نسل قبل به یاد دارن و همه آدمایی که سینما رو دنبال میکنن عکسی از اودری به نظرم میرسه که هیچ کس دیگه ای نیست از جهان ما جهانی که ما درش زندگی کردیم که انقدر دیدنی و دلچسب باشه صورت او در اوائل کار که موضوع اینجاست آقای علیرضا رسول نجات سردبیره فیلمخانه توضیح میده که این شماره که شماره 25 میشون هست ویژه نامه است به موضوع کمدی رومانتیک ممکنه بپرسین کمدی رومانتیک دیگه چیه؟ نه یه ژانریه و فقط برای اینکه زود باش آشنا بشیم یادمون بیاره چاپلین در رینگ بوکس فیلم روشنهای شهر خوب نشون میده ایشون چرا که اونجاست و اصلا همه فیلم های چاپلین و بسیاری از فیلم های دیگهی که دسیکا و دیگران ساختن و معروف به اینکه کمدی هست مثل آپارتمان یا بسیاری از کمدی های دیگه به هر حال رمانتیک کمدی رومانتیک است این اواخر بودیالن تو این زمینه کار میکنه این بخش رو بنابراین میپوشونه با آدم هایی که در این زمینه هستن و یادی از بزرگان و هنرپیشه های معروف از امفری بوگارد، گری کوپر تا کارگردانه مثل فرانک کاپرا اینها همه در منظرش قرار میگیرن و عبور میکنه ازشون غیر از اینکه بخش فارسیش هم بخشی است که همین گفتگو توش عبور داره کمدی رومانتیک در سینمای صنعتی ایران فاصله سال 27 تا 57 یعنی 30 سال و در حقیقت درست دیده شما وقتی در نظر بیارین گنج قارون رو یا در نظر بیارین یه فیلمی که سیامک آسمی ساخت ورپریده که جالو و محتشم و مصدق و ایرج قادری جوان و تهمینه جوان همه توش بازی میکردن او وقت میبینیم که بله در اون سینما هم کمدی رومانتیک فعال بود چه برسه با الانا که دیگه حالا پنجا کیلو آلبالو مانه حقیقی ایتالیا سباق زاده همه در این زمینه هست با هم نگاه گذرا کردیم به سینما و ادبیات و فیلمخانه مسعود بهنود مجلات چاپ ایران را ورق میزد و به این ترتیب به پایان این ساعت از برنامه رسیدیم با ما باشید تا لحظاتی دیگر برای ساعت دوم